در تاریخ 28 مهر سال 97 تماسی با اداره پلیس گرفته میشه و فردی عنوان میکنه که درگیری شدیدی توی کوچهشون رخ داده و هر چقدر تلاش میکنن نمیتونن کاری کنن این دعوا تموم بشه بعد از ثبت اطلاعات مکان مورد نظر مامورا سریعا تیمی متشکل از خودشون رو به محل اعزام میکنن تا شرایط رو بررسی کنن به محض رسیدن به آدرس مورد نظر متوجه جمعیتی که از دور هم مشخصه میشن و با پادرمیونی معمورین بالاخره این دعوا برای چند لحظه آروم میشه معمورین هر دو خانواده رو به آرامش دعوت میکنن و بالاخره بعد از چند ساعت دعوا تموم میشه مرد میانسالی که یه طرف دعوا قرار داره در حالی که صورتش همچنان از عصبانیت قرمز جلو میاد و به مامورا میگه که من از این خانواده شکایت دارم مامورین برای ثبت اظهارات این شخص دست به کار میشن و ازش دلیل شکایتش رو میخوان این مرد اینطوری شروع میکنه به صحبت و میگه که راستش رو بخواین ما از اهالی یه شهرستان هستیم و چند سالی هست که با هم صحبت نمیکنیم دلیل قهر و دعواهای ما برمیگرده به همین چند سال پیش حقیقتا ما دو تا اول شریک بودیم و یه زمین کشاورزی داشتیم هر سال با همدیگه از این زمین استفاده می کردیم و هر چی که در می رو نفس می کردیم مثل چشمان بهش اعتماد داشتم و اونو از برادر خودم بیشتر دوست داشتم ولی در نهایت اون خودش کاری کرد که از چشمان بیفته خیلی یهویی بهم گفت که دیگه نمیخواد با من شریک باشه و باید سهم زمینش رو یا ازش بخرم یا سهم خودم رو بهش بفروشم منم دست و بالم خالی بود و نمیتونستم کاری کنم در نهایت بعد از کلی جر و این آقا سهم زمین من رو خرید و بعدش متوجه شدم که خیلی زیر قیمت بهش فروختم در واقع اون سرم کلاه گذاشت و از وقتی اینو فهمیدم دیگه رفاقتم رو باهاش تموم کردم دیگه دلم نمیخواست ببینمش اما چون خونمون توی کوچه بود مجبور بودم تحمل کنم و چیزی نمیگفتم چشم دیدن همدیگر رو نداشتیم و هر بار که همو میدیدیم با تیکه و کنایه یه دعواهایی راه میانداختیم اما از شانس من پسر این مرد عاشق دختر من شد اونو به بیراهه کشید وگرنه دختر من که اصلا اهل عشق و عاشقی نبود دختر بیچاره و سربزیر من خام حرفای پسر این آقا شد و پنهونی و دور از چشم من باهاش برو بیایی داشت وقتی فهمیدم که دخترم با پسر این مرد وارد رابطه شده خیلی اعصابم خراب شد و حقیقتا برای اولین بار روش دست بلند کردم چند روزی هم گوشیش رو ازش گرفتم که بلکه هوای این پسره از سرش بیفته در طی این مدت پسر همین آقا می اومد در خونه من و دادوغار راه مینداخت و میگفت هر طور که شده دختر منو به دست میاره بارها باهاش درگیر شده بودم اما از رو نمیرفت رفت و بیخیال بشو نبود من فکر می کردم که همه چی تموم شده ولی اینطور نشد یه مدت از این موضوع گذشته بود و اوزا نسبتا آروم شده بود که یهو همه چی به هم ریخت من و همسرم برای خرید به خارج از خونه رفته بودیم و دخترم همراه ما نیومد وقتی به خونه برگشتیم متوجه شدیم که دخترمون رفته و معلومم نیست که کجاست بارها باهاش تماس گرفتیم اما رد تماس میزد و در نهایت از یه جایی به بعد گوشیش خاموش شد من مطمئنم که هرچی هز زیر سر این پسر و خونوادشه و اونا یه بلایی سر دختر من آوردن پلیس تمامی اظهارات این مرد رو یادداشت میکنه و شکایت این آقا رو ثبت میکنه مامورا از تک تک اعضای خانواده ی پسر میخوان که اگه از چیزی خبر دارن بگن تا شاید بشه ردی از اون دختر و پسر پیدا کنن مادر این پسر در اظهارات خودش میگه که از وقتی متوجه شدم که پسرم عاشق دختر این خونواده شده ترسیدم مدام سعی می کردم کاری کنم از چشمش بیفته و بیخیالش بشه اما انگار پسرم و جادو جنبل کرده بودن چون به حرف ما گوش نمیداد و بارها به خاطر اون دختر تو روی ما وایستاده بود و به پدرش بی احترامی کرده بود ما هم بهش گفته بودیم که آسمون به زمین بیاد به خواستگاری این دختر نمیریم و باید قیدش رو بزنه اما حرف تو گوشش نمیرفت اون روز که یهو پدر این دختر اومد در خونمون و داد راه انداخت خیلی شوکه شدم نمیدونستم چه اتفاقی افتاده و چی شده اما اون به ما تهمت زد و میگفت پسرمون دخترش رو دزدیده راستش رو بخواین منم هر چقدر با پسرم تماس میگیرم گوشیش خاموش و منم نگرانم ما از اینکه پسرمون این کارو کرده یا نه کاملا بی اطلاعی ما اصلا نمیدونیم چه اتفاقی این وسط افتاده خانواده ها اطلاعات شخصی و عکس بچه هاشون رو در اختیار معمورین قرار میدن و جستجوها برای پیدا کردن این دو نفر آغاز میشه متاسفانه هیچ نشونه ای از این دو نفر نیست ولی بازپرس پرونده تصمیم میگیره که فیلم های ضبط شده یه کوچه یه اون دختر و پسر رو چک کنه تا ببینه میتونه سرنخی از تصاویر دوربین های مداربسته به دست بیاره یا نه بعد از چک کردن تصاویر دوربین ها که توی کوچه نصب شدن مامورا متوجه میشن که در همون تاریخی که خانواده یه دختر بهش اشاره کردن یه تاکسی پژو که اون پسر رو صندلی جلوش نشسته میاد در خونه این دختر و دختر این خانواده هم با یه کوله پشتی از خونه خارج میشه و سوار همین تاکسی میشه و حوالی ساعت هفت عصر این اتفاق افتاد و بعد از اونم این دختر به خونه برنگشته. با توجه به اطلاعاتی که از این فیلم ها به دست میاد مامورات تصمیم میگیرن که با راننده یه تاکسی صحبت کنن و خیلی سریع با استفاده از شماره پلاک ماشینش اونو پیدا میکنن صاحب تاکسی مرد میانسال و بدون سابقه که با ترس و لرز پشت میز بازجویی میشینه و بعد از اینکه بازرس پرونده ازش سوال میپرسه اینطور جواب میده من سالهاست که راننده یه تاکسی هستم و مسافرهای زیادی داشتم با توجه به این قضیه بین مسافران فرق نمیذاشتم و هر کس هر جایی که میخواست میبردمش اما این پسر و دختر رو به خوبی به خاطر دارم توی ایستگاه تاکسی بودم که این پسر به سراغم اومد و گفت یه تاکسی دربستی میخوام در ازای گرفتن این تاکسی پول خیلی خوبی میداد و اون مبلغ چند برابر دربستی های دیگه بود منم از خدا خواسته قبول کردم و باهاش همراه شدم به هم گفت که سر راه باید یه دختر رو سوار کنیم و بریم به هم گفته بود که زنشه و قرار از خونه یه پدرش برش داریم و بریم یه آدرسی به هم داد و رفتیم و اون دختر هم سوار کردیم از همون لحظه اول متوجه شدم که اون دختر زنش نیست و دوست دخترشه چون شکل و شمایلش طوری نبود که بشه گفت با هم زوج هستن بگذریم منم دخالتی توی کارشون نکردم و به جایی که گفتن رسوندمشون توی یکی از خیابون‌های شلوغ مشهد با هم پیاده شدن و رفتن از اون لحظه به بعد دیگه خبری ازشون ندارم و در جریان نیستم که چه اتفاقی براشون افتاده با توجه به اظهارات راننده تاکسی مشخص میشه که به احتمال زیاد این دختر و پسر هر جا که هستن کنار همدیگه و با پیدا کردن یکیشون میشه که اون یکیشون رو هم پیدا کرد در مرحله بعد پلیس تصمیم میگیره که سیم کارت اونا رو با کمک مخابرات بررسی کنه تا متوجه بشه که اونا دقیقا کجا رفتن رسط های مخابراتی از سیمکارت هر دو نشون میده که این اتفاق یه قرار از قبل برنامه‌ریزی شده برای فرار. تقریبا یک هفته قبل از این اتفاق پسر توی پیام ها حرف از فرار زد و از دختر خواسته که اونا همراهی کنه در ابتدا این دختر گفته که کار اشتباهی و این کار رو انجام ندیم بهتره اما این پسر گفته که این یه نقشه است و بعد از چند روز خانواده هامون از ترس آبروشون هم که شده ما رو به هم میرسونن و همه چی حل میشه بعد از کلی حرف و صحبت بالاخره دختر هم راضی شد و قرار گذاشتن که برای ترسوندن خانواده ها هم که شده با هم فرار کنن انگار این آخرین راهی بوده که به ذهنشون رسیده و حالا عملیش هم کردن بعد از رصد کامل سیمکارت پسر مامورا متوجه میشن که اون چند بار با یه شماره که اونو ذخیره نکرده تماس گرفته و صحبت کرده از اون طرف هم اون شماره آخرین شماره ای که باهاش تماس گرفته و بعد از اون پیام یا تماسی وجود نداشته بازرس احتمال میده که این شماره احتمالا به اونا کمک کرده و دستی در این موضوع داشته با توجه به احتمالات شماره مورد نظر جهت شناسایی نگه داشته میشه بعد از بررسی های انجام شده مشخص میشه که این شماره متعلق به مردیه که همچنان هم سیم کارتش فعاله بعد از انجام تحقیقات و تجسس های لازم مشخص میشه که این مرد در حوالی همون محله زندگی میکنه که اون دختر و پسر پیاده شدن حدس زده میشه که برای بررسی درست یا غلط بودنش باید به سراغ اون مرد برن معمورین خیلی سریع به محل مورد نظر میرن خوشبختانه رد این شخص رو درست زدن و اتفاقا در اون ساعت هم داخل خونه بوده این مرد با دیدن معمورین شوکه میشه و با تتپته از اونا میپرسه که چه اتفاقی افتاده معمورین هم در جواب استرس اون شخص بهش میگن که برای یه سری پرسجوها باید به اداره آگاهی بیاد طولی نمیکشه که این مرد به اداره مراجعه میکنه و بازرس پرونده به سراغش میاد اون شخص در جواب سوالهای بازرس بهش میگه که من اصلا نمیدونم شما دارین راجع به چی صحبت میکنین و چه اتفاقی افتاده من اصلا این شخص رو نمیشناسم و نمیدونم که کیه بازرس پرونده با زیرکی تمام حرکات بدن این فرد رو تحت نظر میگیره و متوجه میشه که این آدم داره دروغ میگه چند بار دیگه از این شخص همین سوال رو میپرسه و اون همچنان همه چیز رو انکار میکنه و میگه که اصلا این دختر و پسر رو نمیشناسه و نمیدونه که کی هستن بازرس پرونده برای اینکه این آدم رو به حرف بیاره آمار تمامی تماس ها و ارتباطات این شخص با اون پسر رو روی میز میذاره و به اون فرد نشون میده با وجود این مدرک اون مرد میفهمه که نمیتونه چیزی رو انکار کنه و بعد از کمی منمن کردن به حرف میاد و در حالی که سرش رو به نشونه تایید نشون میده میگه که آها یادم افتاد آره من این پسر و دختر رو میشناسم حقیقتا من مدت خیلی زیادیه که یه بنگاه معاملات ملکی دارم و خرج و مخارج زندگیم رو از این طریق به دست میارم یه مدت نسبتا زیادی هست که مشغول این کارم و جزو سابقه دارهای محل در این مورد محسوب میشم برای اینکه بتونم راحتتر خونه ها رو اجاره بدم یا بفروشم اونا رو توی برنامه دیوار آگهی میکردم و گاهی هم توی فضای مجازی تبلیغ میکردم یه روز که توی بنگاه مشغول بررسی آگهی هام بودم یهو یه تلفنم زنگ خورد و متوجه شدم که شماره ناشناسه البته چون با سیم کاریم تماس گرفته بود حدس میزدم مشتری باشه و برداشتم بعد از اینکه جواب دادم متوجه شدم همین پسر و بعد از سلام احوال پرسی به هم گفت یه خونه میخواد که چند شب اجارش کنه و ازم خواست که اگه همچین چیزی سراغ دارم بهش کمک کنم خونه ای داشتم که مدتی بود هر کاری می کردم اجاره نمیرفت و واقعا مونده بودم چطوری آبش کنم وقتی به هم گفت موقتا قراره بمونه و فقط برای چند روز میخوادش با خودم گفتم بهتر این خونه رو چند روز بهشون اجاره بدم و بابتش یه پولی به جیب بزنم وقتی بهش گفتم همچین موردی دارم خیلی خوشحال شد و به هم گفت همین رو براش رزرو کنم منم قبول کردم و خیلی سریع با هم هماهنگ کردیم بهم به گفته بود که چند روزی میاد و منم منتظرش موندم اول فکر کردم که خودش تنها است اما روزی که قرارمون بود همراه یه دختر که تقریبا همسن سال خودش بود وارد شد. به هم گفتن که با هم نام زدن و حلقه هایی که دستشون بود اینو به هم ثابت کرد. منم دیگه پاپیچشون نشدم و همراهشون به اون خونه رفتم. کلید خونه رو بهشون تحویل دادم و بعدش هم برگشتم طبق قراری که داشتیم چند روز بعد اومدن و کلید رو به هم تحویل دادن و رفتن بعد از اون روز هم دیگه خبری ازشون ندارم و اصلا ندیدمشون مثل خیلی از مشتریای دیگم که ازشون بیخبرم و نمیدونم که کجا و چی کار میکنن اظهارات این فرد به صورت کامل ثبت میشه و بعدش مامورین ازش میخوان که آدرس اون خونه رو بهشون بده مرد املاکی آدرس خونه رو به مامورین میده و نیروهای پلیس با حکم قضایی وارد وارد خونه میشن تجسس های لازم شروع میشه تا بلکه بتونن سر نخی از اون دختر و پسر پیدا کنن با توجه به تجسس های انجام شده اشیایی پیدا میشه توی خونه که متعلق به اشخاص گم شده هستن حلقه یه تک نگینی که متعلق به دختره و مدارک شناسایی که برای پسره تگه این تحقیقات این موارد پیدا میشه و مامورین خیلی سریع اونا رو به اداره منتقل میکنن با توجه به این یافته ها مامورین حدس میزنن که این دختر و پسر به احتمال زیاد از این خونه خونه خارج نشدن چون به هر حال اشیای مهمی حداقل از جانب پسر توی این خونه به جا مونده بوده و اون باید برای بردن اونا برمیگشته وجود این شواهد باعث میشه که نیروهای آگاهی برای چک کردن دوربین های مداربسته دوباره به اون محل برن خوشبختانه چند تا از خونه های اون کوچه مجهز به دوربین مداربسته بودن و با همکاری اونا پلیس میتونه فیلم هایی که در تاریخ گفته شده توسط املاکی و چند روز بعدش ضبط شده رو چک کنن درست در تاریخ و ساعت گفته شده این شخص همراه اون دختر و پسر وارد خونه شده و بعد از حدود 15 دقیقه از خونه خارج میشه تا اینجا این طور به نظر میاد که شخص املاکی دروغی به مامورا نگفته اما طی فیلم های بعدی که مشاهده میشه معلوم میشه که این دختر اصلا از خونه خارج نمیشه و فقط پسره که در تردده ولی از یه جایی به بعد همه چیز تغییر میکنه هوا تاریک شده و کوچه کاملا خلوته که یهو سر و کله شخص املاکی پیدا میشه اون بد... بدون اینکه ضربه‌ای به در بزنه خیلی راحت با کلید وارد خونه میشه چند ساعتی از این ورود میگذره و اون همچنان از خونه خارج نمیشه نزدیک های صبح حدود ساعت 6 بوده که شخص املاکی با احتیاط از خونه خارج میشه و میره مامورای آگاهی متوجه میشن که اون دختر و پسر اصلا از این خونه خارج نشدن و هر اتفاقی که افتاده توی همون شبی بوده که فرد املاکی به اون خونه رفته با توجه به شواهد و مدارک به دست اومده مامورین سریعا به سراغ املاکی میرن و دستگیرش میکنن حالا اون مز... از اون اصلی پرونده است و باید تحت بازجویی مجدد و دقیق قرار بگیره. این شخص سعی میکنه همه چی رو انکار کنه و میگه که هیچ خبری از اون دو نفر نداره ولی نیروهای آگاهی مدارک و شواهد به دست اومده رو نشونش میدن و بالاخره اون مجبور میشه تسلیم بشه و همه چی رو اعتراف کنه اون اظهارات تکان دهنده رو اینطور شروع میکنه و میگه که اسم من فرید و یه مرد حدودا 49 ساله هستم که توی زندگیش خیلی شکست خورده راستش رو بخواین منم یه زمانی عاشق شدم و باهاش ازدواج کردم خیلی زنم رو دوست داشتم و هر کاری میکردم که اون خوشحال باشه اوایل زندگیمون خیلی خوب بود اما یه مدت بعد به اختلاف خوردیم زنم خیلی به حرفم گوش نمیداد و منم سر همین موضوع باهاش بحثم می شد و با همدیگه مدام دعوا کردیم خانواده هامون بارها با پادر میونی آشتی داده بودن مادرم میگفت اگه بچه داشتین همه چی درست میشه ما هم با همین تصور بچه دار شدیم اما با به دنیا آمدن بچه‌مون همه چیز بدتر شد زنم مدام حرف از جدایی میزد و میگفت که این بچه بزرگشه ازم طلاق میگیره من نمیخواستم از دستش بدم و بارها سر این باهاش بحثم شده بود بچه یه دوممون هم ناخواسته به دنیا اومد و ما زندگیمون رو همچنان ادامه میدادیم اما از یه جایی به بعد زنم جدیتر شد و تصمیمش رو برای طلاق گرفت میگفت دیگه نمیتونه با من ادامه بده چون زندگی با من رو دوست نداره وقتی عصبی میشدم کتکش میزدم و بچه هم بارها شاهد این صحنه بودن در نهایت همسرم تموم وسایلش رو جمع کرد و از خونه من رفت بارها رفتم دنبالش که برش گردونم اما اون بر نگشت و وکیل هم گرفت با کمک وکیلش موفق شد از من جدا بشه و هر کاری کردم نتونستم جلوی این اتفاق رو بگیرم با از دست دادن عشقم زندگیم تیرو و تار شد و ضربه روحی وحشتناکی خوردم اما این تموم ماجرا نبود بعد از این اتفاق بچه هم گفتن که دلشون نمیخواد با من زندگی بکنن چون من مادرشون رو خیلی آزار دادم خیلی سعی کردم نگهشون دارم اما نشد و در نهایت تسلیم شدم بچه هام رو به همسرم دادم و به صورت ماهیانه براشون پول واریز می کردم تنهایی زندگی کردن واقعا سخت بود و بهش عادت نداشتم بعد از همسرم وارد رابطه های متعددی شدم اما هیچ کدومشون با هم نساختن و رفتن مدت زمان طولانی ترین رابطم سه ماه بود و دلم یه رابطه یه درست حسابی می خواست. الان که روبروی شما نشستم حدود ده سالی که از همسرم جدا شدم و تنها این وضعیت خیلی به هم فشار می آورد و اصلا حال و احوال خوبی نداشتم همونطور که گفتم من خونه هایی که پیشم بود رو توی دیوار آگهی میکردم و منتظر میموندم که یکی بیاد و اونا رو اجاره کنه یه روز که توی بنگاه هم بودم همین پسر با هم تماس گرفت و گفت که دنبال یه خونه میگرده که چند روز اجارهش کنه و بعد بره منم یکی از خونه هایی که هنوز اجاره نرفته بود رو بهش معرفی کردم خیلی سختگیری نکرد و ندیده قبول کرد و خونه رو گرفت اولش بهش شک کردم اما بعدش گفتم که حتما خودش تنهاست و قراره فقط برای چند روز اینجا بخوابه تو روزی که منتظرش بودم با یه دختر وارد بنگاه شد دختر خیلی خوشگل بود و کاملا بکر به نظر می رسید. با همون نگاه اول به هوس افتادم و به خودم قول دادم که هر طور که شده یه حالی باهاش بکنم خیلی ازش خوشم میومد و همونجا توی بنگاه هم سعی کردم بهش نخ بدم اما اون توجهی به من نکرد و اصلا براش مهم نبود که من هستم از سر مشخص بود که دوست دختر دوست پسرن و با هم فرار کردن چون استرس رو توی چشمای دختره میدیدم هر کس دیگه ای بود بهشون خونه نمیداد اما من چون چشمم دختره رو گرفته بود بدون هیچ سوالی خونه رو بهشون دادم و برگشتم اون دختر تمام فکر و ذکر من رو به خودش اختصاص داده بود و از فکر اون خواب و خوراک نداشتم اون پسر خیلی کم از خونه بیرون میزد و بعدش هم خیلی سریع برمیگشت. من دوستای زیادی داشتم و یکی از اونا اتاری داشت یه بار که برای خرید به مغازش رفتم گفتم یه چیزی میخوام که چند ساعت آدم و به خواب عمیق ببره و یه جوری باشه که به سختی پاشه یا اصلا بیدار نشه اونم یه گیاه دارویی بهم داد و گفت کارم رو راه میندازه با اون پسر تماس گرفتم و به بهونه خونه و مبلغش به بنگاه کشوندمش دارو رو توی چایش حل کردم و به خوردش دادم میدونستم که چند ساعت دیگه به یه خواب عمیق میره و من میتونم با اون دختر عشق و حال کنم بعد از اینکه حرفمون تموم شد منتظر موندم چند ساعت بگذر و بعدش کلید زاپاس اون خونه رو برداشتم و رفتم خیلی آروم وارد خونه شدم تا دختر متوجه حضورم نشه تو آشپزخونه مشغول بود و پسر هم وسط پذیرایی به خواب عمیق فرو رفته بود خیلی آروم رفتم پشت سرش و از پشت بغلش کردم اول فکر کرد که دوست پسرش و خودش رو به هم چسبوند اما همین که چشماش به دستم افتاد برگشت و با دیدن من خواست جیغ بکشه که یهو یه دستم رو جلوی دهنش گذاشتم تقلا میکرد که از دستم دره در اما کشون, کشون به یکی از اتاق خوابا بردمش و لباساشو از تنش درآوردم. در به چیزی به جز برقراری رابطه فکر نمی کردم و خیلی راحت چند باری بهش تعرض کردم خیلی سعی کرد از زیر دستم دره در اما بهش اجازه ندادم و لذت خودم و بردم بعد از اینکه سیر شدم و کارم تموم شد لباسام و پوشیدم و تهدیدش کردم که اگه بخواد به کسی بگه چه اتفاقی افتاده همه فکر میکنن دروغ میگه و کار کار پسر است چیزی نمیگفت و فقط گریه میکرد در حال خروج از خونه بودم که یهو به صورت وحشتناکی همراه با یه چوب به سمتم دوید میخواست منو بزنه اما به موقع فهمیدم و با هم درگیر شدیم در حین درگیری های ما پسر از خواب بیدار شد و با دیدن دوست دخترش توی اون وضعیت که برهنه است فهمید چه اتفاقی افتاده و دوتایی به جونم افتادن زورشون به من نمیرسید و چاقویی که توی جیبم بود رو در آوردم و بهشون ضربه زدم این درگیری خیلی بالا گرفت و هر دوتاشون رو زخمی کردم اونقدر خون ریزی داشتن که جونشون رو از دست دادن بعد از این اتفاق من مونده بودم و دوتا جنازه که نمیدونستم باید باهاشون چی کار کنم چند ساعتی اونجا موندم تا یه فکری کنم بعد از کلی فکر و خیال تصمیم گرفتم اونا رو توی باغچه خونه دفن کنم و خیلی سریع همین کار رو انجام دادم بازرس به خاطر میاره که همسایه های دیوار به دیوار اون خونه گفته بودن که نیمه های شب صداهایی شبیه به کندن زمین شنیدن و وقتی اومدن ببینن صدای چیه چیزی دستگیرشون نشده مرد املاکی در ادامه میگه از خونه خارج شده و رفته پلیس متوجه میشه که این آدم انگار تعادل روانی نداره و به همین خاطر اونو میفرسته پیش مشاور که ببینه حالش چطوره بعد از بررسی های لازم مامورا متوجه میشن که این آدم کاملا سالمه اما مبتلا به چند اختلال شخصیتی که چشمه اونا زندگی تلخ گذشتشه مامورا این فرد رو به محل حادثه منتقل میکنن و این شخص اونجا صحنه جرم رو به طور دقیق بازسازی میکنه و بعد هم به بازداشتگاه منتقل میشه نیروهای آگاهی پرونده رو تکمیل میکنن و به دادگاه ارسال میکنن جلسه رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه خانواده های مقتولین توی دادگاه حاضر بودن و از یه طرف گریه میکردن و اعلام پشیمونی میکردن و از طرف دیگه هم به این مرد هرچی از دهنشون در میومده رو میگفتن اما این مرد توی جایگاه میسته و اظهارات قبلی خودش رو تکرار میکنه و میگه که باور کنین من ناخواسته مرتکب این جنایت شدم و فقط هدفم ارتباط عاطفی و جنسی با این دختر بوده و ولا غیر این مرد میگه اگه اون دختر سر و صدا نمیکرد و با چوب به دنبالم نمیافتاد مطمئن باشی که هیچ اتفاق خاصی نمیافتاد و همه چیز به خوبی و خوشی تموم میشد اما اون نامرد این کارش باعث شد که همه ماجرا لو بره قاضی پرونده اما در نهایت بعد از بررسی همه شواهد و مدارک موجود همچنین گزارش پزشکی قانونی به دنبال اینکه مامورا به کمک نیروهای آتش نشانی این دوتا جنازه رو از داخل اون خونه بیرون آورده بودند و به اونجا منتقل کرده بودند و در این گزارش تایید کرده بوده که متاسفانه این دو نفر بر اثر ضربه چاقو به قتل رسیدن و به اون دختر هم تعرض شده برای همین هم این فرد رو به اتهام تجاوز به عنف و دو فقر قتل عمد محکوم به قصاص میکنه عزیزای دلم رسیدیم به انتهای پرونده ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن و باعث آگاهی هرچه بیشتر هموطنانمون بشه خیلی ممنونم که تا اینجای پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات ماجرای خواهر و برادریه که, این که متوجه می شن به دنبال اینکه متوجه میشن به خواهرشون تجاوز شده متجاوز رو با اسید به قتل میرسونن رو تماشا بفرمایید